خوش آمدید به اصول اولیه تلویزیون بت. خوشحالم که با من هستید امروز. ما داریم لذت میبریم از دریافت اصول اولیه کتاب مقدس و داریم خط به خط اصول اولیه رو یاد میگیریم. من این درس ها رو از طریق کتابی که تقریبا 30 سال پیش نوشتم دریافت اصول اولیه این تدریس رو بهتون میاموزم و با هم داریم اونا مطالعه میکنیم. خیلی خوب. اگر میخواین کپی این کتابو داشته باشین، تشویقتون میکنم از وبسایت ما اون رو خریداری کنین یا اینکه از کتاب فروشی‌های محلیتون اون رو خریداری کنین. ولی حتما لازم نیست اون رو داشته باشین، ولی تشویقتون میکنم اگر دوست دارید اون رو تهیه کنید، یادداشت بردارین، کتاب مقدستون رو داشته باشین و خوشحال میشیم که کتابو داشته باشین. اگر به زبان دیگه ای صحبت میکنیم، این کتاب به زبانهای مختلف به 17 زبان زنده دنیا ترجمه شده و به صورت رایگان در وبسایت ما قرار گرفته شده. و همه اینها رو میگفتیم، الان داریم میخوایم صحبت کنیم درباره چطور ایمانمون رو بسازیم و درش رشد کنیم. و اگر داری برای اولین بار این برنامه رو نگاه میکنی، بهترین روز رو انتخاب کردی، چون ایمان وسیله داد و ستد در آسمانه. میدونی روی زمین پوله، ولی در آسمان ایمانه. حالا ما میخواییم درباره این صحبت کنیم چطور ایمانمون رو توسعه بدیم، رشد کنیم در این ایمانمون. بعضی وقتا شنیدین که میگن که ایمان کورکورانه یا ایمانتو نگهدار. آیا ایمان کوره؟ آیا یه ذره ایمانه؟ ولی یاد میگیریم که اینطور نیست. ایمان بر اساس کلام خداست و خواست خدا. خیلی مفهوم خواهد شد وقتی که این درس رو شروع کنیم و درش بریم. به رومیان 1:17 میریم، روی کتاب مقدستون سفر رو باز کنیم و با هم میخونیم. زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می‌شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. به عنوان یک ایماندار، به عنوان یک شخص نیکو، خدا می‌خواد که ما با ایمان زندگی کنیم. این خوانده شده ایمان و ماجراجویی. باید در ایمان به کلام زندگی کنیم، ایمان به خدا. دوم قرنتیان 5:7 میگه راهنمای ما در زندگی ایمانه، نه آنچه میبینیم. چطور پیدا کنیم؟ چطور با ایمان راه بریم؟ معنیش چیه؟ چطور ایمان رو توصیف کنیم؟ خیلی خوب، بیاین ببینیم عبرانیان چی میگه درباره ایمان. عبرانیان 11:1 میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. بیشتر شبیه یک ضرب المثل، خیلی شاید گیج کننده باشه و بگین چه معنی میده. ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. خیلی خوب، میخوام چند تا مثال بذارم که بفهمید منظورش چیه. بین ایمان و امید چه تفاوتی وجود داره؟ ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته است. امید یه چیزیه که در آینده اتفاق میفته و ایمان در حال حاضر نیاز بهش داریم. میتونیم اینطور بگیم. امید یه دونه نقشه برای خونه‌ایه که قراره بسازیش. از یه نقشه شروع میشه. نقشه برداران اون خونه رو میکشن و اون امید میشه. امید چیزیه که این خونه چطوری خواهد بود در آینده. و پس امید اون نقشه است و همیشه هم در آینده است. میگیم امیدوارم، امید دارم که خونه این شکلی بشه. ولی ایمان اون اعتماد بر اون امید. ایمان پایه است. ایمان اون چیزیه که به تو کمک میکنه اون خونه رو بسازی. خیلی خوبه که از روی نقشه خونه رو درست کنی، ولی اگر با ایمان راه بری خیلی بهتره. ایمان میتونه اون خونه رو درست کنه. خیلی خوب، حالا میگه که اطمینان یه بیچیزهایی که به آن امیدواریم. خیلی خوب، میریم ترجمه دیگری رو در توصیف بیشتر میبینیم. میگه ایمان اطمینانیست به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادیست به چیزهایی که
نمی‌بینیم. پس اعتقاد به واقعیت آنهاست. ایمان فهمیدن واقعیت واقف است که هنوز در صحنه آشکار نشده. Faith موقعی که واقعیت آنها هست میاد جایی که هنوز بر احساس آشکار نشده. چی داره توضیح میده؟ ایمان اون تأکیده، اون چیزیه که ما امیدواریم بهش. ایمان اون عنوانیه که دریافت میکنین. وقتی که یه خونه ای میخرین به احتمال زیاد پروسش این شکلیه. شما یک پیشنهاد میدین به بانک، اون قبول میشه و شروع میکنین وام دریافت کردن و میرین به بانک تا پولو بدین و خونه رو دریافت کنین. اون موقع عنوان اون خونه رو دریافت میکنین. اون خونه مال شما میشه. ایمان اون عنوان است. اون کاغذیه که به شما دادن. این برای شماست و قانوناً اون خونه مال شماست. ولی احتمالش خیلی زیاده که توی بحث و گفتگویی که داشتین روزی که خونه رو دریافت میکنین آخر ماهه، ولی اون عنوان خونه رو اول ماه شما دریافتش کردین، یعنی اون خونه مال شماست ولی 30 روز بعد وارد اون خونه میشین. خیلی خوب، کی این خونه مال شماست شد؟ خونه موقعی مال شما شد که اون عنوانش رو دریافت کردین. با ایمان خونه مال شماست. برای چیزی که امیدوار بودید ایمان داشتید و مال شما شد. ولی وقتی که واقعا وارد اون خونه شدید و تجربهش کردید 30 روز بعد بود. پس کی مال شما شد اون خونه؟ اول ماه، ولی در آخر ماه اون خونه رو تجربه کردید و واردش شدید. خیلی خوب، با ایمان دریافت میکنین. ما ایمان داریم و دریافت میکنیم و وقتی که ایمان داری که دریافت میکنی در دعا، با ایمان اون عنوانیه که دریافت میکنی. خدا رو برای چی ایمان داری بهش؟ برای آزادیه، برای حکمته، برای شفاست، برای ازدواجته، برای بچهاته. به چی ایمان داری؟ اگر مطابق کلامش بخوای و ایمان داشته باشی که با ایمان دریافتش کردی، به صورت قانونن اون مال توه، مال توه و صاحبش هستی. ولی شاید هنوز تجربهش نکردی، هنوز اون صاحب شدنش شاید زمان ببره، ولی قانوناً مال توه. اجازه نده کسی از تو بدزدتش، اجازه نده که اون اعتماد تو از دست بدی به کلامی که خدا گفته بهت. هنوز آشکار نشده به صورت فیزیکی که ببینیش، ولی واقعاً و حقیقتاً مال توه موقعی که با ایمان دریافت کردی. خیلی خوب، بیاین به این بریم. ایمان اون دانشه، ایمان امید نیست، اون دانشه. دانشیه که از آینده میایم به حال، از امید به دانش و دونستن میریم. هدف از ایمان چیه؟ همه چیز، هر چیزی که دریافت میکنیم از خداوند با ایمان دریافت میکنیم، طبق کلام خدا. این قانون کتاب مقدسه. پس در حقیقت ما میدونیم این درسته، چون مهمترین چیزی که میدونیم من و شما دریافت کردیم این نجات ماست. نجات ما رو از طریق اعمال خوبمون نکردیم، با خواهش و تمنا دریافتش نکردیم و با وفاداریمون دریافتش نکردیم. نه، هیچ کاری نکردیم که این نجات رو دریافتش کرده باشیم، لایقش شده باشیم. با ایمان اون نجات رو دریافت کردیم. همه چیزی که مهمه باید بدونیم، هر چیزی که خداوند برای ما آماده کرده و وعده هایی که بر کلامش داشته برای ما، به علاوه نجات با ایمان دریافتش میکنیم و حالا بیشتر دربارش توضیح میدیم. و مهمترین چیز ایمانه که شما داریدش. بیاین بقیه چیزهایی که خداوند برای ما آماده کرده رو دریافت کنیم با ایمان. پس نجات رو برای ما داده، افسوسیان 2:8، به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. دیگه چی؟ شفا. مرقس
9:21 بیاین درباره این صحبت کنیم. درباره زنی صحبت میکنه که با مشکل خون داشت. میگه که اگر من فقط به ردای او دست بزنم من شفا پیدا میکنم. عیسی برمیگرده و بهش میگه که خوشحال باش دخترم، ایمان تو نجاتت داد. و اون لحظه میتونین این داستان رو کاملا بخونینش در مرقس 5 یا متی 9 که خوندیم. و مهمترین چیز اینه که عیسی میگه ایمانت تو رو شفا داد. خیلی جالبه، نمیگه ایمان من، نمیگه دخترم تو شفا گرفتی به خاطر ایمان من. عیسی میگه که چندین و چندین بار میگه ایمانت تو رو شفا داد. دانشمندان میگن که 12 بار از 19 باری که عیسی در عهد جدید شفا رو جاری میکنه به دریافت کننده شفا میگه که ایمانت تو رو شفا داد، برو و کامل باش. خیلی خوب، داریم میبینیم که یه چیزی درباره ایمان هست. خدا عاشق اینه که وقتی که بچه هاش با ایمان زندگی میکنن. خیلی خوب، شفا، نجات از طریق ایمان دریافت میشه. بعد یعقوب باب 1 میبینیم که حکمت رو میتونیم از طریق ایمان دریافت کنیم. اگر کسی از شما فاقد حکمت است، اون رو از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز رو با سخاوت میبخشد و انسان رو سرزنش نمی کند اون را به او خواهد داد. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم میشود. خیلی جالبه که بدونین اینو. بعضی وقتا میبینین که خیلی سخته این جمله، ولی چیزیه که خدا با سخاوت اون رو میده. ولی باید ایمان داشته باشی، هیچ شک نداشته باشی، چون کسی که شک داشته باشی مثل موج دریاست و شکاکه و هیچ ثابت قدم نیست. تو نمیتونی جلو پیش بری، نمیتونی جنوب و شمال رو در یک زمان طی کنی. اگر دریافتش میخوای بکنی با ایمان باید بخوای و دریافتش کنی. شک نداشته باش، با شکهای ذهن تو حرکت نکن. تو میتونی این شک کار داشته باشی در ذهنت، ولی در قلبت ایمان داشته باش. یه معلمی داشتم که میگفت که پرنده شاید بیاد روی سرت، بالای سرت بپره، ولی نمیتونه خونه بسازه. میتونی جلوشو بگیری؟ بله، شاید شک بیاد روی ذهنتون، ولی اجازه نده که در قلبت رسوخ کنه و ایمان داشته باش به کلامی که خدا گفته. خیلی خوب، حالا کتاب مقدس در عبرانیان 11 میگه که بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. خیلی جالبه، میگه بدون ایمان امکان نداره خدا را خوشنود کنه. چرا؟ چون خدا سخت خوشنود کردنش. اگه ایمان نداشته باشی نمیتونی خوشنودش کنی؟ نه، اینطور نیست. چرا اینقدر سخته که بدون ایمان بتونی اونو خوشنود کنی؟ چون خدا خدای ایمانه و پادشاهیش بر اصل ایمان بنا شده و ما میتونیم با ایمان خدا رو دریافت کنیم. منم این کار کردم، منم سعی کردم چیزایی از خداوند دریافت کنم و وعده هاشو میدونم. سعی کردم اونا رو با خواهش و تمنا بخوام، با عشق و آه و ناله ازش چیزهایی رو بخوام. سعی کردم که وفاداریمو به خداوند ثابت کنم. من گفتم من زن شبان بودم، من کتاب خوندم، همه کار کردم، ولی خداوند میگه من از این کارهای تو تحت تاثیر قرار نمیگیرم و تنها راه دریافتش ایمان توست. و میگه که بدون ایمان خوشنود کردن خدا غیر ممکنه، چون دلیلش اینه که خداوند انقدر خوشنود میشه که من و شما دریافت میکنیم وعده هاشو. اینطور نیست که بگیم اوه تو ایمانت کمه، چرا ایمان نداری، چرا شک کردی. نه، از این نظر نگاهتون نمیکنه، ازتون ناامید نیست، ناراحت نیست، بلکه از نظر این نگاه میکنه من عاشق تو هم و خوشحال میشم که همه خوبی هایی که برای تو آفریدم دریافت کنی. منو به عنوان پدر خوشنودم میکنه. به خاطر اینه که بدون ایمان خوشنودش کنیم، ولی از ما خداوند خوشحاله. وقتی که با ایمان میریم پیشش و دریافت میکنیم، او پاداش دهنده جویندگان اونه.
آیا براتون قابل فهم هست؟ شاید باید عینک های مختلفی بذارین روی چشمتون که نگاه کنین خدا رو به این شکل که خداوند منو دوست داره، نه اینکه از من عصبانیه. شاید مذهب به اینو به شما خورونده که خداوند همیشه از شما ناامیده، ولی برعکس اینه. به خاطر عیسی ما پسران و دختران خدا هستیم. به همین دلیله که میگه شما عزیزان من هستین و خیلی خوشنودم از شما. با ایمان زندگی کنین و دریافت کنین خوبی های منو، چون این خوشنودی پدر شماست. این خواسته قلبی پدر آسمانیه تا پادشاهی شما دریافت کنیم. خداوند خوشنود میشه در وقتی که ما کامیاب میشیم. شاید بعضی از شما اینطور این درس رو دریافت کنین که چقدر خدا دوستتون داره و براش اهمیت دارین. اگر خدا با ماست، کی میتونه به ضد ما باشه؟ هیچ کس. پس برگردیم به ایمان. بیاین درباره این صحبت کنیم به چطور ایمانمون رو بیشتر کنیم. اگر این درسته که خوشنود میکنه خداوند و ایمان و همه چیز ممکنه برای کسی که ایمان داشته باشه، اگر این درسته چطور ایمانم رو بیشتر کنم؟ آیا کتاب مقدس دربارش میگه؟ بله، میگه به ما. به رومیان 10:17 بریم. میگه که پس ایمان از شنیدن پیام پدید میاد و پیام ما کلام مسیحه. خیلی خب، چطور ایمان داشته باشیم؟ خب خبر خوش اینه که ایمان میاد. ایمان در حال حرکته. چطور میاد؟ با گوش دادن کلام خداوند. هر چقدر بیشتر کلام خدا رو بشنویم، هر چقدر این برنامه‌های ما رو بشنوین، هر چقدر که اصول اولیه رو که درس میدیم شما بشنویم، ایمان شما کامل و کامل توسعه بیشتری پیدا میکنه و بیشتر باز میشه کلام خداوند که میگین من اینو نمیدونستم، من قبلا اینو شنیده بودم ولی اینطور برای من باز نشده بود. مردم اینطوری میگن، من مسیحی بودم در تمام زندگیم، به کلیسا رفته بودم ولی خیلی از این چیزایی که الان میشنوم و نمیدونستم. به خاطر همینه ما بر میگردیم به اصول اولیه ایمان، چون این چراغ‌ها روشن میشه توی قلبتون و ایمانتون رشد پیدا میکنه در خداوند عزیز و پرجلال ما. خیلی خوب، بیاین داستانی رو بهتون بگم. یادم موقع اوائل ایمانم، بچه بودم توی ایمانم، یادم خیلی برام آشکار بود توی کلام خداوند که خدا شک و دوست نداره. عیسی همیشه به مردم میگفت چرا شک کردی؟ مثل اینکه داشت فکر میکرد همه باید ایمان داشته باشن. منم به همه چیز شک میکردم اون زمان و دنبال آیه‌ای بودم که منو آرامش بده برای شکی که داشتم. هیچ چیزی پیدا نکردم که خداوند بگه آره اشکال نداره که شک داری، اشکال نداره بچه خوبم، مشکلی نیست. ولی تمام آیه های کلام خدا میگفت چرا شک کردی؟ ایمانت کجاست؟ شک نکن. خدا انتظار داره که بچهش ایمان داشته باشه، بهش باورش کنه. کدوم پدر و مادری این انتظار رو نداره که بچهاش باورش نکنن و این عالی باشه؟ خیلی خوب، داریم اینو میفهمیم که خداوند شک کردن رو دوست نداره و یادم این خیلی واضح بود برام. چطور میتونستم ایمانم رو بیشتر کنم؟ شروع کردم دعا کردم برای ایمان بیشتر و متوجه شدم که ایمان از پرسیدن نمیاد، بلکه از شنیدن کلام میاد. یادم از خداوند میگفتم خداوند به من ایمان بیشتری بده و شاگردانم از عیسی میپرسیدن و جواب عیسی هم رومیان 10:17 بود. من میپرسیدم خداوند به من ایمان بیشتر بده، ایمان بیشتر بده. آیا با یه پودر جادویی روی سر من ریخته شدن ایمان منو بیشتر کرد؟ نه، این ایمان رو از طریق این تشنگی که در قلب من برای کلامش ایجاد شد به من داد، چون اون میدونست ایمان از شنیدن پیام میاد. من تا 2-3 شب بیدار بودم، 2-3 صبح تا کلام رو بخونم تا بدونن چه اتفاقی میفته و برای همین ایمان اومد. امیدوارم تشنه کلام باشین، تشنه باشین که بیشتر کلام رو بخونین، گوش کنین به کلام خدا از طریق اپلیکیشن هایی که توی تلفناتون هست. از طریق شنیدن کلامه که ایمان میاد، مثل تماشا کردن همچین برنامه هایی با مطالعه کلام خداست که ایمان میاد و بعد کارش میکنی. این مسئله بسیار مهمیه. وقتی که ایمان بیاد شما میدونین آرامشه، یک دانشه که میاد.
یک صلحی هست ولی یک راز بزرگ نیست. چطور ایمانم رو آشکار کنم؟ چطور اینو نشون بدم؟ روش آشکار کردن ایمان شما با کلامتونه. این اصلا در کتاب مقدس میبینیم. خیلی خوب، در دوم قرنتیان 4:13 کتاب مقدس میگه چون ایمان داشتم سخن گفتم، ما نیز در همان روح سخن میگوییم چون ایمان داریم. اینجا پولس رسول درباره خودش صحبت میکنه و همچنین درباره ما همان روح ایمان رو داریم. این معنیش چیه که یک نفر روح ایمان رو داشته باشه؟ یک کسی که روح ایمان رو داره اینه که تو در قلبت ایمان داری و با کلامت ایمانت رو آزاد میکنی. ما اینو میدونیم درسته، چون اینطوری نجات رو پیدا کردیم. چون وقتی که نجات پیدا کردیم، کتاب مقدس اینطوری تعریف میکنه، اگر ما در قلبمون ایمان داشته باشیم که عیسی خداونده و از مرگ زنده شده و اعتراف کنیم با زبانمون که عیسی خداوند ماست، نجات رو پیدا میکنیم. روش نجات ما همینه، در قلب ایمان آوردن و به زبان آوردن ایمانمون. یک نفر گفت ایمان میتونه مثل یه فرمول باشه که هرچه که در قلبت ایمان میاری و هرچه با زبانت میگی مساویه ایمان توه. خیلی خوب، پس ما میدونیم روش نجات ما، راه نجات ما، هر چیزیه که در قلبمون ایمان میآوریم که عیسی خداونده و به زبانمون اعترافش میکنیم. همه چیزی که از خداوند دریافت میکنیم از طریق کلام خدا، از طریق ایمانمونه که در قلبمون ایمان میاریم و به زبان اعتراف میکنیم. تعجبی نیست که در کتاب مقدس آیات زیادی هست که صحبت میکنه درباره همان روح ایمانی که هممون داریم. ما ایمان میاریم و سخن میگوییم. خیلی خوب، عیسی این چیزها رو در مرقس 11:22-23 میگفت به خدا ایمان داشته باشید، ایمان الهی داشته باشین. شاگردان ازش دیدن که عیسی به درخت گفت که خشک شد و خشک شد از ریشه، و روز بعد گفتن که تو گفتی انجام شد. عیسی جوابش این نبود که خب من خدا هستم و کارم اینه، بچه ها اینو توی خونه انجامش ندین. نه، پتروس به خدا ایمان داشته باش، ایمان الهی داشته باش. یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرداب شو و شک و شبهی به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هرچه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. عیسی این ایمان و اصل کلام را به ما داد. اینطور نگفت که این برای منه که انجامش بدم، گفت که ایمان داشته باشید، در قلبتون ایمان داشته باشین و با زبانتون اعتراف کنین. و بعد متی 12:34 عیسی میگه چطور میتونه یک شریر درباره چیزهای خوب سخن بگویه؟ عیسی درباره اون میگفت زیرا زبان از آنچه دل را پر ساخته سخن میگوید. میدونی هر چیزی که در قلبت ایمان داشته باشی، زبانت دربارش حرف میزنه. واقعا داری اینطوری خودتو بشناسی؟ آیا ایمان داری یا نه؟ میتونی با کلامت بفهمی که آیا ایمان داری؟ اگر بگی شک دارم، مطمئن نیستم، امیدوارم که اتفاق بیفته، هرگز اتفاق نمیفته. اگر خودتو گوش کنی که خیلی از این چیزها رو داری میگی، میتونی تست کنی خودتو، تست ایمانتو بکنی. چون این باعث میشه که در ایمان الهی راه نرفتن تا خودت بشناسی. و تنها راه دریافت همه وعده‌های خداوند ایمان به کلامشه. و میتونیم خیلی بیشتر درباره ایمان صحبت کنیم، ولی میخوام تشویقتون کنم که کلام رو بخونین. ایمان از شنیدن کلام میاد و پیام ما کلام مسیحه. همینطور گوش کنید، گوش کنین کلام خدا رو و ایمان میاد، و بعد با ایمان زندگی کنید. وقتی که با ایمان زندگی کنین، این خداوند رو خوشنود میکنه، چون بعد همه چیزهای عالی که خداوند برای تو آماده کرده رو دریافت میکنی. امیدوارم که فهمیده باشین درس امروز اصول اولیه ایمان رو درباره توسعه ایمانمون. مشتاق دیدار همگی شما هستم در هفته آینده همین زمان در تلویزیون اصول اولیه با بت.
برای تقریبا 30 سال اصول اولیه توسط بت جونز در کلیساها، خانه‌ها و تمام جهان استفاده شده. برای تدریس اصول اولیه به مسیحیان جدید و ایمانداران چاشنی زده شده. مورد علاقه هزاران نفر از بزرگ و کوچک. این کتاب از نتایج ثابت کرده که شاگردانی برای مسیح می‌سازد. به 17 زبان ترجمه شده و حالا برای اولین بار بت جونز از طریق تلویزیون آن را تدریس می‌کند. این کتاب اکنون توسط هدایای شما در دسترس شماست. نسخه خود را تهیه کنید و با بت باشید که بت داره خط به خط یاد میده که چطور از خدا بشنویم، چطور در ایمانمون رشد کنیم، چطور زندگی را به کاملیت تجربه کنیم. و خیلی بیشتر کپی خود را دریافت کنید یا کپی های بیشتری برای دوستان و آشنایانتون، چون دریافت اصول اولیه الان آماده است با هدایای شما. برای تهیه این کتاب به وبسایت ما برید thebasicswithbet.tv. سپاسگزاریم که برنامه امروز ما را مشاهده کردید. در چند لحظه بعد می‌خوایم به شما بگیم که چطور میتونید همکار ما بشید تا این اصول اولی را به جهانیان برسونیم. در کلیسای ما به مدت 30 سالیه که بت درباره اصول اولیه کتاب مقدس به همه یاد میده. و میدونید در فرهنگ امروز ما خیلی از مردم درباره اصول اولیه کتاب مقدس نمیدونن و با بلندی و پستی در زندگیشون روبرو هستن و اصول رو نمیدونن. و ما در این ماموریت هستیم تا همه مردم رو درباره این اصول از طریق تلویزیون یاد بدیم. خیلی ساده است. به وبسایت ما برید thebasicswithbeth.tv و یک بار هدیه بدید و یا ماهیانه به ما کمک کنین یا با ما تماس بگیرید. خوشحال می شویم که با هم همکاری کنیم و به عنوان هدیه مجانی می خواهیم که این کتاب را براتون بفرستیم. مشتاق هستیم و منتظر تا با شما صحبت کنیم درباره اصول اولیه کتاب مقدس. بیاین این اصول را به جهان ببریم. خوشحالم که به من پیوستید برای اصول اولیه با تلویزیون بت. خیلی خوشحالم که اینجا بودید امروز. کاری که ما میکنیم، ما میخواییم اصول اولیه رو برای همه بازگشایی کنیم و کلام خدا رو به مردم بشناسونیم. همونطور که گفته کتاب مقدس اینه که ما باید اصول اولیه رو دریافت کنیم تا ریشه های خودمون رو قوی تر کنیم در کلام خداوند و رشد کنیم و بالغ بشیم و میوه بیاوریم و این هدف ماست. گوش کنید، میخوام درباره این منبع رایگانی که برای شماست صحبت کنم، درباره تعلیمات اصول اولیه که به صورت رایگان در وبسایت ما برای دسترس شما هست. و خوشحال می شوم که شما هم داشته باشید و اون را با ما یاد بگیرید. به وبسایت ما بروید thebasicswithbet.tv و اون را دانلود کنید. سپاسگزارم از مشاهده برنامه امروز. امیدواریم که این پیام کمک کرده باشه در دریافت اصول اولیه و طریقه زندگی کردن در خداوند. برای دریافت بیشتر اطلاعات درباره اصول اولیه با بت جونز به وبسایت ما بروید thebasicswithbeth.tv. مشتاق شنیدن از طرف شما هستیم. با ما تماس بگیرید برای درخواست دعا.